سلام، امروز در خدمتتون هستم با سه تا راهکار برای پیشرفت و تقویت اکسنتتون. یادتون نره که کانال ما رو همین الان سابسکرایب بکنید که فراموش نکنید لایک هم یادتون نره. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا اولین نفرهایی باشین که کلیپ های ما رو دریافت میکنید. لینک سایت ما هم این بالا میاد. اگر دوست دارین میتونید یه سری به سایت ما بزنین، چون من و همکارانم بیش از 14 تا زبان رو به شما آموزش میدیم به سبک راکت. بریم که شروع بکنیم. میریم سراغ آیتم اول. آیتم اول حس گرفتن هست. به سری از زبان آموزانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستن، زمانی که یک جمله رو میخوان بگن و یا حتی اون رو بخونن، به حس اون جمله دقت نمی کنن که آیا اون جمله در حالت عصبانی گفته شده، آیا اون جمله در حالت احساساتی شدن حالا گفته شده یا هر موقعیت دیگه. پس باید با توجه و در نظر گرفتن اون موقعیت جمله، باید شما هم همون حس رو بگیرید و در اصل جملتون رو بیان بکنید. بریم چند تا مثال ببینیم. با ساده ترین مثال شروع میکنیم که هست That's too bad. دقت بکنید این جمله زمانی استفاده میشه که یک موقعیت خیلی بدی پیش اومده و شما هم میخواین اون حس رو به طرف مقابلتون القا بکنید و بگین وای آره چقدر بد. پس نمیتونین به همین سادگی بگین That's too bad، چون اصلا اون حس رو القا نمیکنه. پس میشه That's too bad. یا جمله بعدی که میگه The more I speak English, the more I feel comfortable. دقت بکنید که این جمله پر از احساس خوبه. یعنی میگه که من هرچی بیشتر انگلیسی صحبت میکنم، خیلی احساس راحتی بیشتری دارم. پس نمیتونیم خیلی ساده این جمله رو بیان بکنیم. پس میشه The more I speak English, the more I feel comfortable. Okay? یا جمله بعدی که میشه My dog ripped my school books. And on top of that, he ate my homework. That's too bad. یک موقعیت خیلی بدیه. پس من نمیتونم خیلی ساده اون جمله رو بیان بکنم. پس باید حس بذارم توش. که میشه My dog ripped my school books and on top of that he ate my homework too. That's too bad. یا جمله بعدی که میگه Whenever I talk to my best friend I always lose track of time. این جمله پر از احساس خوبه. نشون دهنده اینه که من چون دوستای خیلی خوبی دارم، زمانی که باشون صحبت میکنم زمان از دستم در میره به قول معروف. پس نمیتونم خیلی ساده این رو بیان بکنم. پس میگم Whenever I talk to my best friend I always lose track of time. پس آیتم حس گرفتن رو هیچ وقت فراموش نکنید که بسیار تأثیر بسزایی در نوع صحبت کردن و اکسنت شما داره. بریم سراغ تکنیک دوم. راه حل دوم که میخوام در موردش صحبت بکنم، راه حلی بسیار ساده اما بسیار تاثیرگذار هست. اسمش رو میذاریم نکات نگارشی. ببینید زمانی که شما یک جمله رو میبینید، باید حتما بهش دقت بکنید که آیا آخر اون نقطه هست یا علامت تعجب هست یا سوال هست. که قطعا اگر سواله شما باید اون رو به لحن سوالی بخونید. اگر جمله تعجبیه قطعا باید به لحن تعجبی اون رو بگین و یا اگر یک خبریه، یک جمله خبریه، باید اون رو به لحن خبری بگین. برای مثال یک مثال ساده توی فارسی بزنیم و زمانی که میخوایم از شخصی بپرسیم که مثلا امروز رفتی خرید؟ چی شد؟ چی خریدی؟ اینو نمیتونیم هیچ وقت به شکل خبری بیان بکنیم. به طور ناخودآگاه سوالی میشه. پس توی زبان انگلیسی به نکات نگارشی خیلی باید دقت بکنید که اگر سوالی هست اون رو سوالی بخونید، اگر خبری هست خبری بخونید و یا اگر تعجبی هست تعجبی بخونید. بریم چند تا مثال ببینیم. به جمله‌ای که روی تصویر هست دقت بکنید. آخر جمله علامت تعجب وجود داره. پس من باید به لحن تعجبی این جمله رو بخونم که میشه The relationship was an emotional roller coaster for 6 months. دقیقا من نمیتونم این جمله رو خبری بخونم، چون اگر خبری بخونم احساس خوبی به مخاطب من دست نمیده و یا اگر به لحن خبری بگم احساس خوبی به مخاطب من دست نمیده. پس نمیتونم بگم The relationship was an emotional roller coaster for 6 months. پس میشه The relationship was an emotional roller coaster for 6 months. بریم سراغ جمله دوم. جمله دوم همونطور که میبینید آخرش نقطه داره. پس من باید این رو به حالت خبری بخونم که در مورد خودم هم هست. I like to understand things sequentially and the reasons behind it. Okay? پس یک جمله خبریه که به شکل خبری اونو میخونم. بریم سراغ سوال ها. به لحن خوندن من دقت بکنید.
Do you consider yourself a logical or feelings type person? بریم سراغ سوال دوم. Do you think it's harder to make friends these days compared to even 30 years ago? Do you think it's harder to make friends these days compared to even 30 years ago? و در نهایت, which country would you like to visit the most? Which country would you like to visit the most? پس دقت داشته باشین زمانی که میخوان یک جمله رو بخونین و یا حتی بگین به آخر جمله خیلی دقت بکنید که آیا نقطه است، علامت تعجب داره و یا حتی علامت سواله و با توجه به همون سوالتون، جوابتون و جمله خبریتون رو بیان بکنید. بریم سراغ راه حل سوم. راهکار سوم که میخوام بهتون پیشنهاد بکنم و در موردش صحبت بکنم باهاتون راهکاری بسیار تاثیرگذار هست که اگر این راهکار رو درست انجام بدین، راهکارهای قبلی که در موردش صحبت کردیم به مرور زمان خودشون مستر و اوکی میشن. خب راه حل سوم که میخوام در موردش صحبت بکنم استفاده کردن از دست‌ها و حالات چهره هست. یعنی بیشتر اوقات سعی کنید که با چهره صحبت بکنید، زمانی که دارین صحبت میکنید از چهرهتون استفاده بکنید، از دستاتون استفاده بکنید، همونطور که توی فارسی زمانی که میخوایم یه چیز رو توضیح بدیم دائما از دستامون استفاده میکنیم، حالا یا اینطوری یا اونطوری و حالا حالات متفاوت. چون این قسمت خیلی مهم هست، من یک مقدار میرم عقب‌تر که حالات دست من رو بهتر ببینید ولی به حالت چهره من هم دقت بکنید. بریم سراغ مثال اول. به حالت دستهای من و حالت چهره من خیلی دقت بکنید. When the teenager told her mom, "I hate you," her mom didn't take it seriously because she's a teenager. مثال بعدی هست. I ate quite a few cookies. A lot. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. هر کدوم از این راهکارهایی رو که دوست داشتین و تصمیم گرفتین که از امروز به بعد از اونا استفاده بکنید برای من کامنت بکنید که راهکار اول، راهکار دوم و یا راهکار سوم کدوم رو بیشتر دوست داشتین و کدوم رو سعی میکنید که از این به بعد استفاده بکنید تا اکسنت خیلی خوبی داشته باشید. فراموش نکنید که خیلی دوستتون دارم، موفق باشین و خدا نگهدار.